همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدند. و نیز به مصداق گفته شیخ اجل سعدی علیه الرحمه، بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش زیک گوهرند. جناب آقای احسانزادگان که در کارهای خیر همیشه پیش قدم بودند. احسانزادگان اینجا؟ آره. به من قول دادی که تو کارخونه‌اش یک کاری بهم بدی. چطوره برام خودم رو بهش معرفی کنم؟ بد نیست. من را فراهم فرمود. اما ای ببینه که من دارم آواز می‌خونم، شاید خوشش نیاد و بگه تو مطربی به سر به درد کار نمی‌کنی. نه بابا، میگن خیلی هم عشقیه. و هم آقای احسانزادگان از کیسه فتووت خودشان مبلغ 400,000 ریال به انجمن ما کمک کرد. عموشان بفرمین بریم، اینجا شلوغه، برای قلب شما خوب نیست. شما بریم. راست میگی دخترم، خوب نیست. من دارم این جمشید همش اجازه بس بابا یه خود اینجا بشینه. لیلی تو به فکر سلامتی پدرت نیست؟ عموشان ما باید سریم به دکتر بزنیم. خوب پس شما همینجا بمونی، از جاتونم بلند نشین، میخوام مردم مطمئن شن دختر من نشن. بله عموشان، سر و صدا و شلوغی برای شما. من نمیشکنم، بشکن بشکنه، آینه کاریه، گوشتی کاریه، بازم بشکنم، بشکن جا داره، درد دل داره، ارباب خودم سرمری علیکم، ارباب خودم سر دوبارا کن، ارباب خودم بز بز قندی، من نگاه کنم یه فت بخندی، بازم بشکنم، بشکن جا داره، درد دل داره، اینجا تیرونه. قشنگی داره. آره کیه؟ نمیشناسمش. حبیبی الان. بیاین بچه ها بیاین. با هر کی یک دل و یک رو باشه، با
آدمای روزگار کنار بیا لبا به خنده با کن، اگه دارنگی میبینی بازم باش هر جور میتونی تا کن، بگن یه رنگی خوبه چه خوبه که آدم اهل کلک نباشه، براش نید دنیا تو هر کار با هر کی یک دل و یک رو باشه، با آدمای روزگار کنار بیا لبا به خنده با کن، اگه دارنگی میبینی بازم باهاش هر جور میتونی تا کن. عجب تیکه ای بوده، دختر احسان زادگان بود دیگه. ده؟ آره. اگه کارم پیش احسان زادگان درست بشه؟ لونه تو روغنه. تو حالا چرا میخوای بری کار کنی؟ صدا که داری. یعنی میگی برام آواز خون بشن؟ آره چه عیبی داره؟ چی داری میگی پسر؟ ای مادرم بفهمی که من مطرب شدم، جا به جا قصه دق میکنه. آخه میدونی اون خیلی مؤمنه. حالا میخوای چی کار کنی؟ هیچی، شبا تو خیابونا پرسه میزنم، روزام در خونه مردم جنس تحویل میدم. لنگ زور شد، امروزم یه امیر ناصر پیداش نشد که نشد. آخه مشت از خب جوانی که 12 کلاس درس خونده نمیتونه میبه فروش باشه. راست میگی، یه موتورم بی خودی گردنم خوداش. اون آش داره میاد، اما چه اومدنی، واسه عمش خوبه. سلام علیکم. آقا پسر، این چه وقت اومدنه باز بری خونه مردم جنس تحویل بدی؟ الان لنگ زوره. درسته، اما با این خیابونای شروع که نمیشه این زودتر اومد قربونت برم. باریکلا باریکلا به این کار کردنت. خب پولا رد کن بیا، تو این کار نیستی. این 20 تومن پول بادنجون از مشت هست. خب باقیش؟ خب باقیش باشه طلبه، تو هم وزنم کم کنی. من الان میام. کجا؟ باید بری خونه آقای احسان زادگان. باز دو دفعه چشمش به دختر سرکار مندلی خان افتاد. لا اله الا الله. فاتی، فاتی جون بایست بینم، بایست. چه خبره؟ این چه جورشه؟ باز که در رو اطوار میریزی، رو تا بگیر. میخوایی اهل محل پای سرت ریگ بشینن و لیچار بگنن؟ آره جون خوده، تو هم دلتو به همین حرفا خوش کردی. گوش کن، همین روزا میرم سر یه کار نون و آب دار. دیگه بابا محکوبیت میاد، اون مخ بیم خواستگاری و کلک کار میکن. حالا یه ماچ علال حساب دیگه دلم واش جونم. باشه وقتی عقدم کردی جونی. تو رو خودت دست ما رد نکنی. اما چه؟ وای آقا مومد سلام آقا جون. کجا بودی؟ رفته بودم خرید. برو خونه، برو خونه، برو. سلام علیکم سرکار. سلام امیر ناصر خان، حال احوال چطوره؟ قربون شما، الحمدلله بد نیست. خب بگونم از بابا جونت چه خبر؟ عبدالله قراره همین روزا مرخص شه. ببخشید قراره کوبت برگرد. خیلی خب، چشم شما روشن. سوغاتی ما یادت نره ها. اختیار داری. موفق باشی پسر. داوت شما. من گشتمه. چه خبرت اینقدر حوار میزنی ور پریده؟ خب نون تو قبل ما بعدو کوفت. چی چیلو نبود؟ برو ببینم اینقدر سر منو بدبخت نغزن. بدو گمشو. اینم مثل بابای آتیش به جون گرفتش پر مدعاست. خب تفلکی گوش نشه دیگه. راستی مادر، بابام خبری نشو؟ قراره هفته دیگه ورقه مرخصیشو بدن. امروز پیشش بودم. بذار حالا بیاد بیرون. سیبیلشو دود میدن. راستی مادر، امروز یه جایی بودم که اون احسان زادگانم بود. خواستم برم خودم رو بهش معرفی کنم که واسه کارم صحبت کنم. اما نه. بدش من. مادر، ای کارم پیش اون میلیونره درست بشه، باور کن دیگه هیچ غم و غصه‌ای نداریم. آخ لا کردنی دستم سوراخ شد بابا. بمیرم رای ببینم ده ها. آخه ور پریده، حالا موقع این کاراست. بمیرم برات مادر ببینم.
خون توش مرده. هر چی بلا سر ما فقیر بیچاره میاد. آره همینطور که گفتم قراره پیش احسان زادگان واسه بابام هم یه کاری درست بشه. نمیدونی چه دم و دستگاهی دارن. چند تا تجارت خونه و کارخونه، گوش تا گوش کلفت و نوکر. چند تام دختر داره. یکی از یکی خوشگل‌تر. مخصوصا دختر بزرگش مثل هلو میمونه. آدم میخواد همینجوری با پوست قورتش بده. آخی مادر جلوی وفا رو میزنی. های زندگی هم میکنن، این پول دارا میکنن. غرق پول و خوشبختی هم. قشنگ بود نه؟ خیلی قشنگ میخون. چی شد؟ چی اتفاق شده؟ گلدون از کجا افتاد؟ آقا جون گلدون از بالای ایوون افتاد. ای دادی بیدار، خدا خیلی رحم کرد. اگر خدایی نخواسته این گلدان آب به جای زمین به کله آقا میخوردم. الان همه ما بی پدر مادر بودیم. چطوری افتاد؟ همش تقصیر توئه. تقصیر من چیه خانم جان؟ مگه بنده توی گلدانم قضا بلا بود به جای کله آقا خورد به گلدان افتاد. تو باید مواظب به همه چی باشی. این دفعه دومی که گلدون صاف جلوی پای بابا میفته. خیلی نگو خانم جان، این شد حتما میخوره به کله آقا. بسته دیگه، برو یه لیوان آب بیار. با من بود یا با تو، بپر یک لیوان بزرگ. نه خیر لازم نیست. چرا لازمه؟ لازم بود دیگه بابا جان. بابا جون مرمی رو صندلی استراحت کنی. گلدن خیلی بی ارزه بود، به خدا اگه میخورد شد. این خواب بسته دیگه، من از این حرفایی که خوشم نمیاد. چیش خورد؟ چیز خورک واسه بابا. پس قرصاشون هم بیارم، الان موقع دواشون هم هست. باز قرص، باز دوا. آخه دختر جون من گرسنمه. دکتر گفته شما باید غذا نخورین. بریم بابا جون بریم. ای گلدن بی ارزه، ای گلدن بی ارزه. دخ داده بود الان از این دنیا رفته بود. نکنه بابا جون، دشمنت از این دنیا بری. اگه بدونی چقدر آرزو دارم عروس شدن تو رو ببینم، بچه های تو رو ببینم، نوه های خوشگل و کوچولوتو ببوسم. باز شروع کردیم پدر. اگه میخوای من خوشحال بشم باید زودتر شوهر کنم. آخه بابا جون شوهر کردن که کار آسونی نیست. آدم باید یه عمر با مرد زندگی کنه. مگه جمشید چه عیبی داره؟ اون پسر برادر منه، پسر عموی توه، به همه کارهای مالی و کارخونه هم وارده. بابا جون چند دفعه بگم دوستش ندارم. وظیفتو چه بلدی؟ آره جون، باید یه کاری بکنم که خونه نشین بشه. خیلی خوب، بیا بشه. بشه 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 دیگه. سلام عمو جان. سلام جمشید. چطوری لیلی جان؟ شابره عمو جان، این آقا رو آوردم که مواظب آمپول غذاتون باشه. دیروز که دکتر اومده بود، ماشاءالله الانم حالشون خوبه. لیلی جان ایشون استاد تزریقاتن، آوردمشون همینجا تو خونه بمونن. با هزار زحمت راضیشون کردم بیان از عمو جان مواظبت کنن. شما چتونه آقای احسان زادگان؟ چتونه؟ پس ایشون کره. معلوم شد. تشخیص رو دیدی؟ فوری و فوری کره. چی میگین آقای محترم؟ کر نیستم. چرا؟ من میگم کره کره. شما متوجه نشدین که حرف منو نشتوف گوشش نمیشتابه؟ نه آقا من کر نیستم. پس چرا جواب بنده رو ندادی؟ آقای چرا؟ اجازه بدین عصبانی نشین. عمو جان الحمدلله حالشون بهتر. نه آقا نه خیر، ایشون حال ندارن. وانگهی هوای آزاد برای ایشون مضره. کی گفته شما تو باغ بشین؟ بله شما ناخوشین، برید تو اتاق. باید شما رو معالجه کنم. برای چی آقا برید تو اتاق؟ بابا جون اجازه بدین من کمکتون کنم. خوشید اومد؟ خوشگل میخه کوبیدم نه؟ بفرمایید عمو جان. شما مداخله نکنین. با شما آمد سمابجی، من از مداخله کردن تو کارم ایش خوشم نمیاد. بفرما آقا بریم تو اتاق. بفرمایید عصبانی نشید. دکتری گفتن؟ چه بد اخلاقه. بریم. چقدر بد اونوقه، انگار از باغ بش فرار کرده. سلام قربان. صبح بخیر. دواهای شما حضیر قربان. آمپول و شربت و نیم قطره چکن و دماغ چکن و همه اینا رو تو به اینا میگی دوا؟ بله قربان. بله اینا رو بریزشون دور، ملتفت کنی. دور باید دور. زیدی زیدش، خدا زلیلت بکنه. آخه من نفهم جا یکی از یکی خلطر اینجا شده پک درول مجانین ده. نگاه کن نگاه کن. آخه من نمیفهمم آدم غتی بود این مرده کرده برداشت یاورد اینجا. اینو اجیر کردم که کلک عمو رو بکنه. این مردی که داشت کلک منو میکند گبره. خودش درسشو فوته. تو هم که باز خیت کردی احمق. تقصیر من چیه قربان؟ تیرانداز عوضی به جنگ کله رو بزنه زد به گلدان. مردکم سر کشید آقا گلدان خور زمین دی قربان. میدونستم ارزه هیچ کاری رو. من چی بکنم؟ تو داری پک بر اینجا قاتل میکنی دیگه. خب یه بار این چکو خورد کن. من نمیفهمم، من اینجا نقشه کشم، آدم کشم، چک خورد کنم چیکارم نمیدونم. من از کی بپرسم چیکارم؟
زود برو این چکو خورد کن. 50,000 تومان. بگی برو محل سابقت پر شدی یارو یه شی نمیده. از جای دیگه برو بگیر. تومانی دو قرنه. خیلی خوب. برو معطل نکن. برو هر چی خواست بده. برو دیگه. بازم وعده مرگ عموجانه. ره این عمو بیمیر نیست. چکت بر میگه پدر مادر میاد بگیره. تو چقدر حرف میزنی؟ خیلی خوب. هر چی میشه اشکال نداره. من امشب احتیاج به پول دارم. برو معطل نکن. برو دیگه. شده میکنم تا محسین بر بیا. ای آقای هندوانه فروش فایسدی چشترنی کنی؟ تومت چرا میزنی؟ آقا جمال داشتن دنبال تو میگشت. نمی ایسته دنبال من میگشتی؟ وقت روی تاکسی کار میکردم. خودت گفتی چهارشنبه بیا. خب منم چهارشنبه اومدم واسه هندونه هم آوردم. اونم چه هندونه هایی؟ ای خدا زنبیل بده پایین آدم بفرستم بالا. حالا مگه چطور شده؟ چطور میخواستی باشه؟ شکم بنده ولو شده. چطور شده چیه؟ تو اصلا میدانی من کی هستم؟ من همه کاری آقام. تمام کارهای آقای احسان زادگان دست منه. اون وقت تو آمدی اینجا منو دست کم گرفتی؟ من با هزار بدبختی و بیچارگی برای تو و پدرت کار پیدا کردم. نی آمدی حالم که آمدی گرفتار بودم. ها تو اصلا به درد من نمیخوری. تو آبروی منو میبری. من نمیتوانم به تو اعتماد بکنم. برای همین طور جریمه میکنم. تمام هندوانه و کدوهای تو رو مفتکی برمیدارم. اینه هم حالا چرا دعوا داری؟ اندونه ها فدای سره. پولشو بده بریم. حساب و کتاب ما چقدره؟ هی میگه پول بده. 30 تومن مال امروز. 30 تومن هم از سابق مونده. میشه 60 تومن دیگه. 60 تومن. آره 60 تومن. حالا 60 تو به ما حواله میدی. یادت نره چی کار کردی؟ من که 5 تو رو جریمه کردم. 5 مال ور میداری میکنه ده. این هم 5 میکنه 60. فوری بزن با چک. بزن به طول جاده ببینم. بدو معطل نکن. دست شما درد نکنه. خب موضوع کارمون چی شد؟ کی بیام؟ ها؟ درست 5 ماه دیگه جان من. بیا اینجا هم برای تو هم برای پدر جانت. یه کاری پیدا کردم تا آخر عمر پولشو بخوری تمام نشه. خیالت راحت. بودو جان. 5 ماه دیگه؟ آها جان. پا پولایی که بهت باش دادم؟ شوقی کردم قربان تو برم. 5 روز دیگه بیا. حق حساب من یادت نره داد. تو بمیری 5 روز یک روز زیادتر باشه بد کارت میدم به کسی دیگه. حق حسابش هم یادت نره. بودو اون خودش به من گفت بسوزی شانس. کسی که با نزهای تو سخته دلش رو خیلی راحت به چشمای تو باخته. آشانس به سوزی آشانس به سوزی آشانس به سوزی آشانس به سوزی بس که سوزوندی دلمو طاقت ساختن ندارم. حالا دیگه گمونم با جون من نشستی. آشانس بسوزی آشانس بسوزی آشانس بسوزی آشانس که با
رازهای تو ساخته، دلش رو خیلی راحت به چشمای تو باخته. آی شانس بسوزی، آی شانس بسوزی، آی شانس بسوزی، آی شانس بسوزی. حالا دیگه یمونم با جون من نشستی. آی شانس بسوزی، 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 آی شانس. چرا اینقدر با سرعت میری؟ من سرعت گواینامت والا همراه می؟ یا 50 تومن جریمه بده یا موتور تو توقیف میکنم. این تم میمونه بیا اونم. نمیشه. چرا میشه؟ گفتم نمیشه. باش بفهم. نه 50 خوش اومدید. لحظوز شانس خواستیم بری پیشواز بابامون که عکابت میاده. یا خیال میکنن من از کویت برمیگردم پسرم چوین دختر. حالا مجبورم سر سوغاتی کویتی بخرم ببرم واسه خونه. میگن که پسر کون ندارد نشان از پدر. نه جانم، اتفاقا برخلاف خود پدر سوختم بچه درستیه. راستی آخ جلال تو کی مرخص میشی؟ والله دیگه این قضی نمونده، پرش دفته کمش مونده. کمش مونده همین امروزا قرار مرخصی من برسه. قربون دست اجلو دیگه ببینم. چرا باید میدی آقا جلال؟ اما راستش دلم نمیخواد از اینجا بیام بیرون. از راننده اون میلیونر را چای خونه رو یاد گرفتی؟ وقتی مرخص شدی بریم کلک اون خونه رو بکشیم. آره از راننده همه رای چای خونه رو یاد گرفتم. میگه لامروت صاحب خانه همیشه 300-400 تو صندوقش پول نقد و کلی جواهرات خوابونده. تو که صندوق زنی بلدی. آره بابا کجای کاری حسن خان، تو یه چشم به هم زدن 100 تا چه وام کنم. بسیار جلال نگفتی پاتوقت کجاست؟ بیرون کجا هم دیگه رو بکنیم ملا هماسی تو کافه خروس طلای جمع میش. پس به امید خروس طلای امیر حسن فرزند امیر حسین. یس یعنی حاضر. پرتو پرتات جمع کن ورقه مرخصی اومده. زود باش بجو. خیلی وقته که خودم حاضر کردم. قربون هیکلت خداحافظ حسین. خداحافظ شما. ارادت کیش حسن سیبیل. برو شما. آه بیا. بریم. سلام علیکم. زندانی در خدمت. سلام حسن. این ورقه مرخصیته. دست شما درد نکنه. دیگه نمیخوام اینجا ببینم اتا. تو که زن و بچه و پسر بزرگ داری نباید کاری کنی گذرت به اینجا بیافته. جناب سرباز برباه خاک پدر و پدر جدم و آبا و اجدادم. ما آدم درستکاری هستم. برای پاپوش درست کردن نالوتی ها. خدا بگم رفقای ناجور رو چیکارشون کنه که پای منو به اینجور جا وا کردن. من جای تو باشم میرم دنبال کار کاسبی شرافتمندانه. وگرنه همین آشو و همین کاسه دیگه خود دانی. خدا توفیقتون بده جناب سروان. ببینین من میگم که یه لقمه نون خالی با آبرو به صد جا رون مرغ و بوغلمون که با دوزی به دست بیاد به جون شما شرف داره. بنده بهتون قول میدم که یه دستم به طرف مال حروم دراز نشه. به سیبیله مردونم این حقیقتی. پس حالا که قول دادی اونو بذار سر جاش. کدومو بذارم سر جاش؟ تلفن چیه بذارم سر جاش؟ همونی که گذاشتی تو جیب جلیقت. تماشا کن که اینو گذاشت تو جیب من. میبینی جناب سربانده نمیذارن آدم پاک بمونه، نمیذارن دست کجی نکنه. اساسیش رو تحویلش بدین. بگیر اینا پول کاریه که تو این مدت تو زندان کردی. دست شما درد نکنه جناب سربان. دست کردم از دست حلال زاده. حتما کارو برم سکه میشه. قربونت برم الهی. بده من پوله رو سر کار. پوله رو بذارم سرم که همیشه پوله رفته سرم. اینو بده من. قلم 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 بده من. دفتر واکن مرخصی امضا کن. هم نلی کن. سیر نمیشم از بنام. به سلامت. محفظ باشی. آه خواهش میکنم. به سلامت. سر کار بروسی هست. لطفانی پایندی. بده بایگانی. خدا حافظ. باز دزدی کردی؟ نه خیر جیب باری. لطفانی پایندی. به امیدی دیدار سر کن. آخ الهی شکرت که حسن آزاد شد. وف 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 ببین چقدر اومدن استقبال ما. از شلوغی خیابون بند اومده. پدر من اینجا. سلام پدر. سلام پسرم. دلم واسه این قطع شده بود. ببینم حالت خوبه ها؟ آره خوبه. تو چطوری؟ ماشاءالله حال اومدی. مادرت چطوره؟ داشت کچلوت چطوره؟ همش خوبه. آدم حس میکنه. ببینم پسرم ماشینت کن. ماشینه؟ آره اونه هاشش زکی هتون بیت
تو هنوز موتور سوار میشی؟ چرا قضی دست با چلوفتی هستی؟ از پدر پدر سوختت یاد میشی؟ نتونستی یه ماشین واسه خودت دست بکنی؟ بابا همینم از سر ما زیاده بابا. آخه با دست خالی که نمیشه رفت ماشین خرید. من کی گفتم ماشین بخری؟ این همه ماشین گوشه خیابون گذاشته خب. یکیشو انتخاب کن، خدا رو شکر کن. فعلا بیا سوار شو، فقط خدا کنه که افسر راه نمی کرده. من خودت بالا تماشا کن پسر بی 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 بالا دیگه نوبره. میخواستی یه بکی گاری سپوری بیاری من سپوری کمر بگیر که نیو کمر گاز بود من آبرو دارم کسی منی نبینه بابا برو سر پیش بابا بسید دارم تو هوای خویتی داشته باش مرد شوری و تو پیت پیت دوره شام مرد شوری یک هم داره چرا کار میشونی من کجا رنی پای بابا من چه میدونم وادار چه وقتی شکاره؟ چه؟ من بینم با اون فروش بسر با چش؟ ببینم کجی داره میدیم؟ یکی از کووید برگشته همینطوری دست کنی که نمیاد خونه تو خونه تو من آب بخواه بره چی بخری؟ باید یه خونه سر صحبت بخرم بعد یه خونه برو به سلامت تو برو دست خونه برم برو برو کجا بردیم؟ کنار خیابون افتاده بود. کنار خیابون افتاده بود؟ آره جون دلم مال بی صاحب و باید صاحب شد، نباید گذاشت بی مصرف بمونه. من این ماشین احسان‌زادگانه، همونه که قراره برم پیشش کار کنم. خیلی خوب، فعلا بزن یه خود بابات بار بزن. رسیدم به خیر آقای امیرحسن خان. کووید خوش گذشت انشالله. جایی همه تو خالی، عجب آبی، عجب سلولی، عجب هوایی. سویچ رد کن بیاد بینم. ای بابا گفتم چه عجله‌ای داری پسر. میدونم از کجا بلند کردی، میذارم سر جاش. والله ببین بابا یه پسرم این سویچ ماشین بذار تو گاراژ چماقچی، بگو حسابی چماق کاریش کنه. از کووید تا اینجا دویده راستی تو صندوق عقب ماشین چند تا بسته سوغاتی برش دار بده ببین در جانت. سلامتون عقبی هستن؟ بله همین الان تشریف آوردن. خیلی عقبی هستن. چشم ما روشن. مرمت تاری کم بشه. خوش گذشت. جای شما خالی. خیلی ممنون. ما همیشه جویای سلامتی سرکار بودیم. بپا کنار بینم با قربون دست پسرم. ماشینی بذار گاراژ و زوف بردار. سوغاتی کوویتیه؟ بله سرکار. خوب چیکار میشه کرد دیگه آدم ایال بار توزی دست باید چشمش کن باشه و فکر کنم بچه میشه بنام خدمت نه باشه خدمت خودتون پس میره سمت بفرمایی خواهش میکنم چشم شما روشن سرکار مدل کن همسرتونم که از سفر اومد قربون شما معلوم آدم خوب و زحمت کشیه بله ماشین بی صاحب من آوردم اونجا پارک کردم رفتم تو مغازه بی صاحب این جنسای صاحب مرده رو بیارم یهو دیدم ماشین آب شد رفت توی زمین با خدا ماشین چه رنگی بود؟ شماره چی بود؟ ماشین بنده کرم رنگ بود سفید یخچالی با نظرم آبی آسمانی روشن دودی خاکستریم بود شمارهشم 53567 گفتی شماره 53567 همین نیست؟ بله خودش قربان تو بله بودم کجا بود سرگر؟ آها خودشو قربان تو بره میلای سکه تو پیدا کردی خدا تو رو عوض بده با خدا واقعا تو نباشی من نمیدونم چی باید بکنم الحمدلله رب العالمین قربان تو برم سرکار جان نزدیک بود آبرویسیت من بره ولی تو باعث شدی با خدا خدا عوضت بده من نمیدونم چجوری باید از تو تشکر بکنم مرگ من بس کن جان من بس کن ببین هنوز پام به خونه نرسیده باز شروع کردی یا نگاه کن عزیز دلم ببین چی واسه دوردم از کن کاش کی سر سفره عقل آلمونی میگرفتم و بله رو نمیگفتم خدا بیا مرزتت مادر که سقلمه تو پهلوم زدی و مجبورم کردی زن این مرد بشم هزارت آفرین صد باری کلدان دست خوش ببین چه جوری داری بهم خوش آمد میگی ببین آخه همه امروز فرداست که عروس میاد تو این خونه نبدار میشی عروس میاد مگه خبر مبری از کوپول مپول من آره پسرت با دختر سرکار مدولی خان قراره عروسی کنه بله دختری یه پاسبان عجب کودنی این پسر چی؟ خیلی هم از تو باشعورتره
تفلکی برخلاف باباش خیلی هم غیرتیه. صبح تاشون جمع میکنه و خرج ما رو در میاره. اون کوفته شامیه که تو زندون میلون بوندی خیال کردی از کجا میومد؟ ملوک جون قربون شکل چاو و چلت برم، حسن تو کفنگ کردی بد قلقی نکن. تو ببینی هر شب تو زندون خواب تو رو میدیدم. حالا یه ماچ آف داری رد کن بیر خواب یه ماچ. داشتم با مادر چوخی میکردم که دستم قصر در رفت. ببینم امیر ناصر خان امونتی رو پست دیگه راحت شد. تو چطوری پسرم؟ حالت چطوره امیر چی جان؟ امیر منصور دیگه تنابر خدا از بس باباشو نایده غریبی میکنه. دست خودم که نیمه که دلم نمیخواد برم تو هولفتونی. چه؟ آخه حواس برای آدم نمیخواد به زور میبرنم مسافرت. خدا کنه این مسافرت ها خسته شده باشی و بری دنبال یه کار نون و آبدار، یه کار حسابی. پسر جون تو این دنیای بزرگ هر کسی یه کاری داره. خب منم کارم اینه که هی برم تو هی بیام منزل. اون بابایی که جنس و گرون میفروشه یا اون کسی که رشوه میگیره دوز نیست. اون وقت ما که اصیل و پدر مادر داریم بدنام شدیم. عزیز دلم یه چایی بزه جلو عشقت. فعلا که برقمون قطعه، سه ماه هم کرای خونه نداریم. سر کار درست میشه اگه مثل کار امروزت باشه که خرابتر از اینم میشه. وا مگه امروز چی کار کرده؟ چی کار میخواستی بکنه؟ زرزر علمه ایچی نزدیک بود مارم کتی بکنه. نه نیومده میخواست صاف ماشین بشه. اونم ماشین کی؟ به به عجب ماشین. پریدم از ماشین کشیدمش پایین اینجای اینه گرفتم. اونم آمد پایین تا صندوق اینجای منه گرفت. با جان تو ایشرت جان یک دفعه دیدم یقی من در پاره میشه کشیدمش پایین یک اردنگی زدم به کپلش افتاد روی زمین بخوده. بعدشم دستش بستی و تحویل پلیسش دادی؟ خود دستش رو بستی؟ نه خودم بستم. باید برم. پدر جون سلامتی شما مهمتره، اینقدر فکر کار نباشی. نمیشه جانم، فردا کمیسیون دارم، بعد از ظهرم باید دارم سند زمینا رو امضا کنم. سلام. ولی من هنوز شوهر دلخواهمو پیدا نکردم. شما بریم بیرون، من اینجا کار دارم. این چیه؟ این اسمشه یه ریگاتوره توره دیگه. نه قربان تنقی است، جیگر جلا میده. من احتیاج به این مزخرفا ندارم. دمشین آقا دمشین زود داشی دمشین دیگه. قربان اجازه بدی سفره شما رو میبره با خودم. وایسی مسخره خودتی، یه ریگاتو تا حالا ندیدی؟ نمیخوام نمیخوام. بابا وایسا آقا جان چه خبرتونی؟ جلوشو بگیرین بابا. بوده بک کنه میتونه آقا رو دمرش کنی. اما این دیوانه است. آقا وایسا خوبه با خودم. من احتیاج به این ریگاتور ندارم. آقا نمیخوام آدم بیشه. آقا ها آقا دوتور نمیتونن یه نفر دمر کنن. برای یقی من رو چونم میگیری کدوم مریضی من خراب میشه. من چی آقه من دیگه یقی منی میگیری؟ باکن در باکن میدن هایی بانا کنی میشکنه. باکن هایی دکتر داری میشکنه. بودا بودا این همینطور مونده رو دست من چیکارش کنم؟ گواهام خراب میشه. چه خوش ترکیبم هست. میتونی راه نماییم کنی؟ من اینو چیکارش کنم؟ پیداش کردم. من پیداش کردم دیگه دوام خراب نمیشه. پیداش کردم دیگه. باری کلا من فکر کردم دیپلومتو گرفتی. یه مچ بده بابا. بلش کن برو مادر جون مدرسه دیر میشه. بدو از کنار کوچه بری. میبینم مادر برق وصل شد. چجوری برق وصل شد؟ چه میدونم از بابات بپرس. بابا برق وصل شد. آره پسرم وصلش کردم، اما به خونه همسایه وصلش کردم. بازم که اول شد. این دزدیه. دزدی هم که شاخدام نداره. بابا اینقدر تون سخت نگی. بالاخره همسایه باید خیرش به همسایه برسه یا نرسه. تو رو خدا تماشا کن اتاق چراغ بونی کردن. آخه جشن گرفتن. آخه از کویت اومدن. الحمدلله همسایم اون دماغش چاق چلگه است. چه ابداری جوره بارم میکشه؟ شما قول دادین دست از پا خطا نکنی. بی خود خودتو خسته نکن مادر، داری یاسین به گوشش میخونی. یاسین به گوش بنده؟ بله. حالا بهتون نشون میدم، به تو کرده بزم نشون میدم. یاسین به گوش بنده ملوکم بفرما. حالا یاسین به گوش جد آباد. الهی برق بگیرت تا راحت شد. زودتر بری، هزار تا کار دارم امروز برای اومدنش اهل محل باشش. پدر بیا تو رو خدا، تو رو چون مادرم قول بده که دیگه این کارا نکنی. دفعه آخرت باشه. قول میدی؟ قول میدم قول میدم، به جون مادرت قسم قول میدم. پا بزن قدش، دست مردونه بده. بفرما. به جون مادرم قسم خوردی ها؟ وقتی گفتم به جون ملوک حرف توش نداری. قول مرد یکیه. قول مردی مثل بابات یکیه. حق
آره قربون تو پدر برم. بزمین نافم افتاد. دو تا ماچم بده. مادر الان میرم خونه احسان زادگان. حتما کارم درست شده. بزنی زمین بخرم اجاقت کور میشه با. یوها همه چی عوض شد. ها؟ میکنه پدرم از دست اون آمپول زنه فرار کرد. اون آمپول زدنم بلد نیست، فقط بلده آمپولو بگیره دستش. به خدا اصلا نمیذاش یه لقمه بهش غذا بدم. پدرم هیچ وقت بیخبر از خونه بیرون نمیرفت. خانم ها آقایم، الحمدلله آقا نداریم، همه خانومن. ای دکتر آمپول زن و ای جمشید خان دوتایی رفتن دنبال بابای تو، هر زیر گلی باشه پیدا میکنه میارنش. باز میگه دکتر، اون که دکتر نیست. من چی میدانم، بیتال نیشترگی میزنه. آقا صدای موتور گاز مالی یارو میاد. جان حاضر شو بریم بیرون بگردیم، شاید پیداش کنیم. باشه بریم. گفتم پسر چشمت درویش کن کجره نگه میکردی ها؟ این حرفا چه ها جلال، من داشتم عقب شما میکشتم. آها تو بیمیری، تو گفتی و منم باور کردم. خر خودی تیره. خر که نیستم، اما خر بینم. چی گفتی نامرد، یادت باشی یکی زدی به موقع بذارم کفتش. بسی کار چی شده؟ کار که تو هوا پیدا نمیشد که برر. بارو بابا تو هم همش به من وعده میدی. ای تیغمو میزنی اما کار خبری نیست. با جان خودت، هم برای تو هم برای پدرت یه کار خیلی خوبی پیدا کردم، این تن بیمیرد. همین امروز میخواستم تو رو با آقا معرفی بکنم، ولی تو بیمیری از صبح تا حالا آقا رفته پیداش نیست. جان تو ندیدیش؟ جان من ندیدی؟ من اصلا آقا رو نمیشتیسم. ببینم باز به جای هندوانه کدو بادم جان آوردیگی. این همون آوازگونه نیست؟ چرا انگار خودشه؟ چی شده هندوانه سیبیل یا قرمز نفس میکشه اینجوری؟ سلام علیکم خانم. کجا دارم میرم؟ جنش اسکین اینجا راننده اینا که اینگه تصدیق نداره داره ماشین میبره. آم قولی چه خبره، داره میری صندوق آقا؟ ترسیدم بابا چته؟ نامرد کجا داشتی نگاه میکردی؟ جان من کجا رو دید میزدی؟ ببینم منظوره چی ها؟ هیچ منظوری ندارم، ولی من میدنم تو چه مرگته. اما یادت باشد این گوشت بابا دندانه تو نیست، یه گربه سیاه بزرگی پاش خوابیده. چطوری گربه سیاه بزرگ؟ آره جانم، یه گربه سیاه و یه پشمالوی پشمالو. آره جانم. آهای آشپز باشی، گربه ای که موهای سرش بین بلندیه. گربه سیاه پشمالو. آره جانم، درشت و پشمالو. آهای اوس اصغر اوس اکبر، بیا کمک کنیم، بیا اینا رو برداریم بریم. من میگم هندوانه بیار توی کدو تنبل، بیار با من کمک کن. بیا لبیه بینم. تصادف. آها مکوری. معلومه. پسر خجالت نمیکشی با این قارقارک مزاحم ماشین من میشی؟ خجالت نکش دیگه، بکش. بابا روت برم، من که کاری نکردم، تو اومدی زدی به موتور من. آخه پسر جان اینجا جای وایسادن ها نه آدم. حرف دهنه تو بفهم دیواره، بزنی تو گوشش. ترمز کن، اونی که بخواد بزنه تو گوش من شیکم من انش نمیده بیرون. آقا تو بمیری میزنمش. بزن 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 با مرگ آقا میزنم. بلش کن، این که آدم نیست، خودت آدم نیستی. میدنی تو با کی طرفی؟ کی؟ آیه بزیریش جمشید جمشید خان، داماد آینده آیه احسان زادگان. این میخواد داماد آقا بشه، ثروت بابا رو بکشد بالا برر. اصلا حق نداری دیگه پاتو بذاری اینجا. بله مردشور خودتو موتورتو میوه ها گندی دستو ببرد. نفهمیده راست میگه. حریف اون نیستی، چرا پالن منو گاز میگیری؟ تو میری با همین فشنگ میزن توی چشم ده. راست میگه نامرد زده موتور منو خورد کرده، حالا دو قرط نیمش هم باقیه. خدا ذلیلش کنه بابا. ایوالله خوشگی شانس که هرچی بدبختی سر ما فرا میاد. نگاه کن تمام کار کرد امروز من نقش زمین شد. آخه من چقدر مایه دارم؟ راست میگی، آخه مردی که آدم نیست که. با مرگ تو هم من جایی تو بودم میزدم پدرشو در می آوردم. از من نرنج بخود، حالا فردا بیا. خراب شد.
حالا جواب صاحبش چی بدم؟ تو به گروه پدر مردم آزارتون میاره؟ نه نداره اقلا پولم همراهم نیوردم که یه چیزی بخرم بخورم. نکن دیگه من گشنمه، اگه نون داری به هم بده. نونم کجا بود؟ حالا هندونه رو بخور تای دلتو میگیره. نه متشکرم، حالا به هم میخوره. ببینم آششته دوست داری؟ آششته؟ آره اونم با قیمه اون نهنادا آخره. حاضرم یه آششته مهمونت. خدا عمرت بده جوون، خیلی ممنونم. این آششته ای که میگی کجا هست؟ خونه ما. خونه ایشون؟ آره مادر من متخصص آششته پختن، مثل اینکه دهنت آب افتاده داره. پسر جون به چی داشتی فوش میدادی؟ چی شده بود؟ چی بگم بابا، یه رو پدر سوخته با آدم قول کار میدن نمیدن، بعدش هم میزنن موتور آدمو درب و داغون میکنن، تازه فوشو بعد بیرام میگن. کی فوشت داد؟ کی موتورتو داغون کرد؟ چه میدونم بابا، یارو برادرزاده اون میلیونر است، اما یارو احسان زادگان. احسان زادگان؟ آره من میرم در خونه جنس تحویل میدم، پیش کار حقوق بازش قول داده بود که واسه من یه کاری پیدا کنه، کار که نداد هیچی، عوضش کلی هم فوش خوردیم. ای دستم به اون احسان زادگان برسه پدرش در میارم، پدر سوخته رو. خب حالا بریم اون آشرشته‌ای که گفتی بخوریم. انگار دهنت آب افتاده. بریم. شاعر شهرستانی می‌فرماید آش کشک خیاطی بخورید، پچه نکنید، پچه یلد بخورید. بیام فاتی جون خودونه دست بفرم، حرکت بفرم، حرکتش بفرم، بذارش اونجا مادر چشمم بذاری مجدسخر کلک آشو کرده. اعتیاد کن مجدسخر به ما هم برسی برای در یه و همه قیمه میده چه بوله. سلام علیکم. سلام علیکم. آقا دیگه ما به موقع اومدی. سلام امین ناصر خان، مهمون دعوت می‌کنی، من خودت دیر میای. شما خود حساب خونه ای بیا پیش خودم. بیا پیش خودم. من یه سبزی شوفی تنش بفرمایید. خیلی ممنون. یا الله یا الله خیلی خوش اومدید. فاطی جون واسه امیر و مهمونش خوش قاب بزنید. خوش اومدین آقا. ببخشید مزاحم شدم. خواهش می‌کنم خوش اومدید. قابلی نداره هستم. این دختر خانم کیه؟ اون دختره نامزده امیر خانه، چشات درویش کن. میدونم اون چشای قیچتو در میارم. این مولو جون هر سال تو آشش که پزی آشپز شایسته میشه. من تو چه هزار تا مدال گرفتی تا حالا؟ بفرمایید. میگارم و من رو میکشم. فاتی خجالت بکش، خودتو بپوشو، این چه لباسه که پوشیدی؟ من میبینم مردم دارن چارچشی نگاه میکنن. بازم ارد میدی؟ ببینم همشیرته؟ نه دختر سرکار مدولی خان همسایه‌مونه. فهمیدم نامزدته. فاتی جون از اون پلو واسه آقا بکش. خوشمزه است. عالیه نوشین جون، خیلی وقت بودی همچی آشی نخورده. اینه کلا باجی بکش کوکب خانم جون. من دیگه یواش یواش زحمت کم به این جودی کوچه میخوایم به این حال کچه بشته بشی. اینا که رفتن با هم میریم توی عرق کروشی یه گیرسا که با هم میزنیم. بیا اینم مالی تو. نه 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 دیگه عثمان نریز. نه 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 بیجونم یه کم نه من دیگه نمیتونم، دارم سوس میشم. آقا سوس شده، جای عشرت خالی. نفهمیدم، کاش میومد که منو با این حال ببینه. ببینم مشتی عشرت دیگه چی؟ خاله بچه هاست. خاله آخه زنم خیلی وقت مرده. ای بابا نراد نشومد که من میخوام با اون عروسی کنم. منم میخوام واسه پسرم زن بگیرم. پسره؟ چه پسر خوبی داری. آره جونم، پس بی مطلی باید کارشو کرد. کارشو کرد رفیق، گوشتو در بس بزید در اختیار من. بگو بگو گوش میکنم. من خونه یه خرپول زیر سر گذاشتم، حاضری بی شیله پیله با هم کارشو بکنیم. کارشو بکنیم؟ خب باشه. آره رفیق، من عادت دارم همیشه گوشتو از بقل گاف ببرم. آفتاب دوزی در شأن من نیست، به من میگن حسن سیبیل. حسن سیبیل باشه نمید. پس تو دوزی؟ یا دوباره تو ببر صدا تو. خیلی خوب، اگه بخوای کلک بزنی یا با این کلفی گرن درونی تو میرزم بیرون. حاضری بی کلک با هم کارشو بکنیم؟ کجا بریم؟ عجب خری هست یا اولاغ جون، دو ساعتی دارم بسد. بلند شو ببخشنش مست. آخه کجا؟ الان میگم کجا، دور نیست. بگو کجاست. همین نزدیکی هست،
خونه یه آدم میلیونره که پولش از پارو بالا میره. اوه، این همه پول داره، اسمش چیه؟ اسمش احسان زادگانه، میلیونر محبوب. چی؟ گفتی اسمش چیه؟ مگه کری احمق؟ گفتم احسان زادگان، کارخونه دار و میلیونر معروف. اصلا تو به اسمش چیکار داری؟ آخه احسان زادگان منم. تکی بگو تو بمیری؟ تو بمیری؟ خودت بمیری مردی که پدست سوخته. اون باشقالای تایی چی به صد تایی مستر میخره. منو میخره؟ غلط کرده؟ تو گیلاس داره هی داره کمپوز در میکنه. خیلی خب بابا، اون غلط کرده. تو راست میگی. ببین، ولی اون مردی که پدستت که میگه غلط کرده، همیشه تو خونش 400-500 هزار تومن پول نقد داره که توی گاف صندوق آهنی که پشت یه تابلو قایم کرده. تو از کجا میدونی؟ ای بابا، کارمه دیگه برادر. تو هم مثل که از اون دوزه ناشی هستی. من ناشیم؟ کی بریم خونش تا نشونت بدم؟ من بهتر از تو کسایی دیگه همه سوراخ سنبه های خونش رو بلدم. اگه حاضری پس همین امشب میریم خونش. بزن قدش. باشه؟ بزن. اینم قدش. زدی قدش رو؟ که من آدم سنگدلی نیستم، وگرنه بعدم نمی اومد. خیره یه وامونده زاباقو بچسبم و تو میتونه فشار بدم تا جون از هرچی نبدترش در بیاد. مرگ تو باشه دو برم. اوه، زده بوم از فیتره. قایم شد. بیا ببینم. بیا اینجا. مادر شرق از قایم موشک بازی در میاری پیره مرد. معلوم میشه خیلی ترسود تشیف داری. هرچی آدمو نبینن و نشناسن بهتره. درسته، حق با توه. حالا باید این دور برا بپلکیم تا هوای زر شمتر بشه، یه نقطه تاریک در باشه کسی نبینه دمون. بیا بپلکیم. بیا اینو به کی بزنم؟ بزنم بی آقا هنوز نایمده. آی خدای از فکر رو اشتت خانم جن، یک گلس از این ویسکی بزن، از عالم هپارو در بیایی بری توی خمسو لمس. نمیخوام، میل ندارم. نمیخواد. برو ببینم جلا. خیلی خوب مطلب کشتم. هوامو درخه باشی ها. ببینم تو رای دوزی رو بلدی؟ آره من راچا اینجا رو خوب بلدم. چه رای چا اینجا رو خیلی خوب بلدی ها؟ اه بلدم. خیلی خوب، جناب علی بیفتی جلو. خیلی خوب، اون با من. برو جلو، نترس، من حواتو دارم. اوه اوه، چه سگ بد حیبتی، حتما به صاحبش رفته. نگاه کن چه خفه دست اگزار. این سگه چقدر پارس میکنه. خدا، اینا پولا رو دست من مونده، من چیکارش کنم؟ با شما جماعت. بس من اینام پولو چی کارش کنم؟ اگه گیرش بیارم میدونم چی به روزگارش بیارم. اگه گیرش بیارم میخوابونم و شیش تا آمپول بهش میزنم. من اون سه تا از آمپولاش مونده. متفقی؟ مونده دیگه؟ اگه امشب پیداش نشد من و من شیش تا آمپول با هم بهش بزنم. شیش تا آمپول با هم. صندوق زنی بلدی؟ چی؟ صندوق زنی دیگه چی؟ یعنی بلدی درش واکنی؟ آره آره. خیلی خوب، پس دست به کارشون، درش واکن. در اینو واکنی یا در چیز دیگر با نکن. بسیار خوب. گلده واکن ببینم چه جوری بلدی. زود باشی دوزی آخره بود. خب الان تمام میشه. این بیچاره ها خونواده باصفایی هستن. موتور پسرشون هم خورد شده. یه خرج عروسی و یه مایه دست هم لازم دارم. اگه یه کمکی بهشون بشه خیلی ثواب داره. چه مرکلی سوی پشتی که؟ الان واضح شده. یا قاضی الهاجر خود. وا
باشو. آره باشو. اون چنچی علی هر چی نشون دادی در واکنی بریزی تو. هر چی پول پاله هست بریزی تو. الان میریم یه کافه سازن زرگی گشت میگیریم این کازه عرق میخوریم تو نشدی یه بسیده تو صدای با اومد صدای با اومد دست بیزن به چاک برو بیا. اشتشته خوردی می جونت خب چی میخوری؟ من سو هاضمه دارم اشتشته ها سر دلم مونده ای بابا تو هم برای میلیونر رو گرفتی سو هاضمه مال من تو نیست لطفا یه بطری آب معدنی بر من نه جون دلم یه بطرت میسی که پنج و شیش بسکوه که مای چه میسفنده ای استرالیایی با نور پریزم چه بوری بیرم یه پدر میلی بری با تو چاری که بزن از اونم که خاطر با من حتی نشونی میشکن دارم سر بزن بزن از خیلی و پیشتا حالا واقع تو رو چوب میزنن آسته برم ببین خودم الان ترتیبش میدم تماشا کن ببین چیکار میکنن خلاصه که بپا نگردار خودت رو نزن بفرمین دست رو بشه جان کنیم ممنون عشیمون بشی فردا حالا نم نم نمک بودی اول بچه ایم بابا خونم براتون برمیدم از بار میام بانم خونم تو این دنیا چی تو یعنی فرما هوا اگه من داشته باش میخم برم به صاحب این حسن سیبیل ناکسه برسم اونه با همه یه دنبال من حرفی نزده بیا من دنبال روی تو هستم با جرام نرسم چرا رو ساتمه برگردون دی حسن سیبیل پیخ یا نیار پیخ یا نکنم بزنه پیخ حسن سیبیل این بوتی را میبینی؟ دیگه نمیبینی الان میشنمشه میخونم الو بله شما این پدر کجا رفته بودین؟ هیچی دخترم من که یکی از رفقای قدیمیم هستم کیه؟ آره پدر آقاس آره خدا جون این سرسده من چه تو تلفن میاد؟ بده دیگه چیزی نیست رفقا دارم شوخی میکنم خواستم بهت بگم جز واپس نباشین بابا راستشو بگین اگه ناراحتیتون از منه حاضرم به خاطر شما با جمشید عروسی کنم نه نه اصلا حرف جمشید نزن نمیخوام اسم اون پسره رو بیاری دخترم من خودم واسه یه شوهر خیلی خوب پیدا میکنم آره بهت قول میدم از همون شوهرهایی که آرزوشو دارم علی شوهر قطع شد سلام
اینا هنو خوابن. آره مگه نمیبینی مثل مرده خوابیدن؟ بلند شو بابا. چه روز خوبی مولوک جون، باور کن دیشب تا صبح خوابای خوب میدیدم به مرگ تو. خواب همه رو دیدم. قربون تو بشر. سلام، پس من دیشب اینجا بودم؟ بله، نصف شبی هر دوتون مست و پاتون اومدین اینجا خواب. آره، رفته بودیم کافه، تو زیادتر ظرفیتت بار کرده بودی، گفتم نکنه بلایی سرت بیاد، آوردمت خونه کپوندمت. مولوک جون لباسام کجاست؟ میخوام بعد از ورزش بپوشم برم خواستگاری. خواستگاری کی؟ خواستگاری فاتی دیگه. وان تو با وان تو چی داری میگی پسر؟ بابای فاتی یه چنگ اسکناس میخواد. درسته، خب منم یه چنگ اسکناس بهش میدم، تو جیبم پر از پوله. میگیره کتت کو؟ خودت برو ببین، برو ببین. دیدی حالا، دیدی مولوک جون کش نری ازش پسر. ببینم تو این همه پول از کجا آوردی؟ بهش بگو پیری، بهش بگو که از کجا آوردی. از قیافش معلومه که چی کار است. چی کار است؟ سوت باش بگو این پول مال کدوم بیچاره یه؟ ایش کن گردن کل پونچه مربوطه، مال یه احمق خرپولیه که اصلا ککشم نمیگزه. اینقدر پول داره که حساب کتابش از دستش در رفته. مینه بهش ببوده. حالا چی بگم؟ بگو پدر نامرد مگه لالی، بگو که خود میلیونرم لابد هزار تا دوزی خرکی پرکی کرده. چقدر سر خلق الله کلا گذاشته تا به این ثروت رسیده مگه نه؟ ده بگوده. والا چی بگم؟ این یارو خونش کجاست؟ خونش کجا؟ تو خونشو بلدی؟ والا چی بگم؟ مرد حسابی خجالت نمیکشی دوستی میکنی؟ منو به گوشه خیال میکردم تو آدمی. باید حتر شدیم پولا رو به صاحبش پس بدیم. فکر بدی نیست. پسر جون من میخوام با این پولا فاتی رو برات بگیرم. لازم نکرده، من حاضر نیستم با پول دزدی عروسی کنم. بله بله نفهمیدم. حالا میخوای با پول دزدی با بچه من زن بگیری؟ نه 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 مولوک، مولوک بخول تو چه میخوای بازی کنم نداری؟ اگه نمیخوای خفت کنم باید بگی که این پولا رو از کجا دزدی، ولا تحویل پلیس میدم. خیلی خوب، ولم به پلیس گفتن نداره، آبرومو میریزی. من جاشو بلدم، خودم میبرم میذارمش سر جا. آره تو بمیری، گوشتو بدم دست گربه اخ که همشو برداره ببره. نه ترس، من خودم باش میرم. باشه با هم میرم، من خونهشو میدونم، خیابون پهلویه، اسمشم احسان زادگانه. خب تا چرا معطلی را بیا بریم دیگه. نزد بکن، نزد آبلم پوش شد. چرا روز روشن که نمیشه رفت خونه مردم. بذاری شب که شد برین شب. بوی بیزمونو چه جوری بردن تحویل بدن؟ خدا به چه کنم چه کنم گرفتارتون بکنه. خوادم به کی بگه، به کی بره بگه، به کی؟ چیز عجیب، هنوز بابام نیومده، اقلا یه تلفن هم نزدی. چرا تلفن بزنت قربان تو برم؟ چرا لبو در کوچه ای هست بو بیشتر خوش میگذرید قربان؟ فالکی داریم اینجا هرس جوش میخورید. به قول مسئله معروف میگد ای آب ای آب، من هر کجا میبرید ببر، فقط من خانه من نبر. تو بابا جونم، شما خونه رو براش جهنم کردید، مخصوصا اون که دو روز آمپول دستشو همینجور راه میده. ما ندیدیم کسی آمپولو بگیره دستشو عین علی ورجی از این طرف با اون طرف بره. راست میگی، آخه قیافه این اسخر آمپولی رو نگه کن تو رو بخدا، فقط بلند راه بره، عین کوری که اسکاشیشو گم کرده باشه. آخه ریختش، نه تو رو بخدا نگه کن، نگه کن. ملک المود نفسشم گرفته راحت آسوده، فقط راه بره. جالیزبان وایسده کسی خیار ندوسته. اینو چی کارش کنم؟ شیشتا مال دیروزش، شیشتا مال امروزش، میشه دوازده تا، دوازده و سه میشه پونزده تا، هر پونزده تا رو یهو بهش تزریق میکنم؟ چی چیره هر پونزده تا رو یهو تزریق میکنم؟ از قرنبولی تو الان دو روز تو یه دنش موندی، مردی سبی پونزده تا رو چجوری میخوای بزنی؟ اول یکی رو به خودت بزن ببین چه مزهی داره، نه بزن دیه، بزن ببینیم چی میشه. جمال، جمال آقا به من میگن هست آمپولی، اگه گیرش بیارم میخوابونم و هر 15 تا رو یه جا بهش تزریق میکنم. این دفعه که نشد بیدر سر که اون اومد نذاشتن پیش دادن رفت. بیا 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 کجا هست؟ سلام بروی ماه دوست سگ جناب علی. ببینم آقا زاده جناب علی چاقو ماقو که با خودت نداری ها؟ داری یا نداری ها؟
نداری؟ نه. پس مثل بچه آدم دست رو به دیوار کله بالا پاد زمین باشه. چه خبر؟ دوزی جان دوز. این که همون میوه فروش هست. بله. چه خبر شده؟ بله دوز دوز قربان دوز دوز آمده. بنده دوزی گرفتم باغوره. آها پس به بهانه میوه فروختن میامدی دید بزنی که راچای این خونه رو پیدا کنی و بیایی دوزی. اخوخش دوزه بیشون. من راست نیستم. جمشی چرا میزنیش؟ حالا معلوم میشه. آخه نه ببین زبانشم دراز خانه خراب. آخه جوان مردی ببینم نکنه تو آمدی به جای پول دوزی پول بیزنی توی گاف صندوق ها؟ بله بله میترسم. برو تو اتاق من تو نیست. الو کلانتری اینجا منزل آقای احسان زادگانه. آقا شما این دوزی نگه دارین تا من برم یه تناب و کلوف بیارم اینه تغرفی چش بکنم نامرده بوزنده میکنم. نکنه برای برای سر بزرم زالم تری که تو روحت پس امیر بود پسرت متاسفانه جیر افتاد اون بدشانسی آوردی درتو در میارم به من میگن حسن سیبی نه مرگ دستمی پسر بیچاره منو گیر انداختی خونه گر رفتی مخصوصا این کلک بزنی پسرم گیر بیفته خودت کنار صاحب بشی میگه من میذارم از خورفان بایده باور کن من تقصیری ندارم تو فقط یه روز بهم مهلت بده آره که بزنی به جاک مرگ تو من میرم خودم رو معرفی میکنم تا اون آزاد بشه. خوب فرصتی دستم افتاد میندازم گردن اون پسره. جناب سروان به ابوالفضل ایمن دزدی کرده باشم این تن میمیره من رفتم پول تو صندوقشون بذارم که اومدن یهو یقه منو گرفتن و آوردنم اینجا. چون شما راست میگه چه رفتی پول تو صندوق بذاری؟ بله. خب چقدر بود؟ والا نمیدونم فکر میکنم 10-20 هزار تومنی میشد. 10-20 هزار تومن؟ آره من که نشمردم ولی همین حدودا میشد. ببینید چقدر ناقابله. 10-20 هزار تومن؟ بله. صاف واسه بی تربیت. سرکار من ولی کن جیباشو بگرد. اکات چیزی تو جیباش نیست قربان. به خدا من تقصیری ندارم جناب سرکار. باور کنین راست میگم. اسمت؟ امیر ناصر. من به خدا شیطان همین تویی دزدی کردی؟ والا من توف برود بیاد. من رفتم اونجا که پسر این چه کاری بود کردی؟ چرا باور نمی کنی؟ من دارم راست میگم. من ولی خان مگه این پسره رو میشناسی؟ برای همسایه مونه قرار بود داماد بنده هم بیاد. سلام سلام عرض میکنم من جمشید برادرزاده آقای احسان زادگان. بفرمایید بفرمایید. متشکرم. اومدین شکایتتون رو بنویسین؟ بله. خب بفرمایید. خوش میکنم جناب سروان این پسره تمام صندوق عموی منو خالی کرد. متجاوز از 1,000,000 تومان پول نقد و اسناد و غیره تو صندوق بود. اشتها تو برم پسر 1,000,000 تومان؟ جناب سروان به خدا بی خود میگه. من اصلا روحم این چیزا خبر نداره. باور کنی کار من نیست. کار خودشه جناب سروان. خوب به قیافش نگاه کنین. دوزی از قیافش میباره. نه خیر خیلی هم جوون پاک و درستکاریه. بله هر روز میره حمام ولی بنده کف دست منو بو نکرده بودم که شما با دوستتان قرار گذاشتین که پسر رفیق جناب علی هر روز خودش بافا بشورد بعد بیاد در منزل خودش جای میوه فروش جا بزند. اصلا تقصیر من پدر سوخته است که میخواستم برای خودش و پدرش کار بگیرم قربان. این بد مگه تو پدرش رو میشناسی؟ بله قربان میشناسم. کی من غلط کردم؟ من اصلا پدرش نمیشناسم. نجنه جناب علی. خب شاید آقا میخواسته به این وسیله با لیلی آشنا بشه و ازش خواستگاری کنه. میخواست کلک مرغابی رو بزنه. آره بابا جان خواستی کلک بزنی؟ ای بابا کلکی. ای کلک بابا حالا چیکار بکنیم؟ چیره چیکار بکنیم؟ طرف فعلا توی زندان زندانی. باید برین شکایتتون رو پس بگیرین و با احترام و عذرخواهی از کلانترین مرخصش کنین. چشم بابا. تو هم باشون برو. بنده برام بیارمش اینجا؟ نه نه نبادا بیارینش اینجا. اصلا اسم منو نبرین. من از روی اون و پدرش خجالت میکشم. خدافظ. خبرش دیگه؟ دست من خوش شد. تکلیف اینا پول چی میشه؟ به کی بزنن؟ تو رو خدا بذار امروز اعصاب آقا راحت باشه. به به به. باز که شما تو کار من دخالت کردین؟ چند دفعه باید بگم تو کار من دخالت نکنی؟ نکنی دیگه نکنی. بفرما بفرما لیلی خانم. اینم آیا امیر ناصر خان. سلام آقای امیر ناصر خان. سلام قرد. شما من میشنسیم. خیلی معذرت میخوام سوء تفاهم شده بود. بفرمایید سوار شید. گفتی منو میشناسی؟ بله پدرم شما رو معرفی کردم. بفرمایید سوار شید. بله پدر خانم با پدر شما همکاره. اینجا بده قربان. بفرما ما شما رو میرسنیم. بفرما جانم. بفرما پیش شر نگرد که پدرتون منو میشناسی. بله
من همه چیزو میدونم. شما اومده بودیم با ما آشنا بشیم. من از شما معذرت میخوام. منم معذرت میخوام. خیلی متاسفم. من که از کارهای شما هیچ سر در نمیارم. حق داری ناصر خان، حق داری. برای اینکه این بچه های این روزی ها دیگه پدرشان قبول ندارن. ولی لیلی خانم، با جان خودم این امیر ناصر خان خیلی به خاطر شما با زحمت افتاده. آواز خان شد، میوه فروش شد. اون شب هم آمده بود شما رو ببینی تیفله که این همه گرفتاری سرش آمد بکنه. با آقا، ولی خب میدنی ما که تقصیر نداشتی. شما خودتان معرفی نگردینده؟ از پدر من با پدر خانم همکار. بله، ممکنه تشریف بیارین منزل ما؟ بله، چایی بخوریم. نه، خیلی متشکرم خانم، من باید همینجا پیاده شم. اینجا که بده، اجازه بدین برسونیم تو منزل. شما خیلی لطف دارین خانم، ولی من باید همینجا پیاده شم. باشه، باید الان از ماشین خودشون لذو پنی، سب کنم نگاه دارم. خدا به سلامت جناب آقای خوشبخت، حضرت آقای خوشبخت، خدا حافظشون. قربان. من هنوزم خیال نمی کنم امیر دزدی کرده باشه. او کلانتری اعتراف کرد، خودم ازش بازپرسی کردم، اون به خودم اقرار کرد که دزدی کرده. سرکار حالا کجاست؟ جای خوبیه، تو زندون تا چش چهار تا بشه دزدی نکنه. آتی آتی بایستا بینم آتی آتی یه دقیقه بایستا. چی شده؟ چرا به من چپ چپ نگاه میکنی؟ با این گندی که بالا آوردی توقع داری بازم محلت بذارن؟ چی داری میگی؟ تو به کوچه علی چپ نزد، تو دزدی کردی، آقا جونم خودش ماشه تو گرفت. فاتی این چه حرفیه میزنی؟ گوش کن تا وسط بگم. هیچم نمیخوام گوش کنم دیگم، نمیخوام ریخت تو ببینم. از کوری چشم تو هم که شده میرم زن اکبر قصاب میشم. فاتی جون تو رو خدا گوش کن تا بهت بگم. اصلا نمیخوام حرف بزنی، برو گم شو. آخرش نگفتی امیر کجاست؟ چرا نیومد خونه؟ بنده چه میدونم کدوم گوری رفته؟ لابد با رفقای نوابشون تشویش بردن عرق خوردی. نه خیر، پسر من اهل هیچ فرقه ای نبود. از روزی که پات دو مرتبه گذاشتی تو خونه اونو زابرا کردی. بنده بنده به گور پدرت خندیدم. امیر جان کجا بودی مادر الهی؟ چه اینو بگم؟ راست میگه، ولش کن. بله بله، نفهمیدم چطور شد، مگه تقصیر بنده بوده؟ معلوم میشه یارو سر قولش وایساده. خب الحمدلله که به خیر گذشت، جیلی بالاخره آوردم. همش تقصیر شماست پدر. بله آبه روی من رفت. بله بله بجوره. ننه جون چیزی میخوای برات بیارم؟ نه مادر. ملوک خانوم سلام. شما این کوکب خانم جون سلام، از ماست بفرمایید. ممنونم، بفرمایید. خرت و پرتای پسرتون که واسه دخترم آورده بود پس خواهشی که ازتون دارم، بالا غیرتم که دور ما رو خیت بکش. خدا مرگم بده، واسه چی کوکب خانم جون؟ ما دخترمونو به یه خواستگار دیگه دادیم. خدافظ شما. خوشگل میشن به تو هم خوشگل میشن. حالا مگه چطور شده؟ آسمون که به زمین نرفته، این همه دختر خوشگل پشگل تو تهرون ریخته، همه منت تو رو دارن. قصه چی رو میخوری فرزندم؟ دادا دیگه نمیتونم این وضع رو تحمل کنم. پدرم با کاراش آبرو و حیثیت برای من باقی نذاشته. از شانس بد منه که خدایی همچی پدری نصیب من کرده که حتی عشق من از دستم بره. من دیگر در این دنیا هیچ دل خوشوی ندارم و چون نتوانستم پدرم را اصلاح کنم بی سلمونی با کرده پسره و به راه راست بیاورم، شما را ترک میکنم. بله دیگر به دنبال من نگردوید. خدا نگهدار فرزندت امیر. ملوک نگفتم پسر عزت نفسش جریمه دار شده؟ باز تو بگو نشده. گفتید محتوی صندوق حدود 400 هزار تومان؟ نخه، درست 450 هزار تومان پول نقد و مقداری هم صفحه و چک و اسناد. خب به کی مزنون هستید؟ جام سروان؟ کار همون پسر است که عموجان میگن، با پدرش دوست هستن. میتونید به ما بگید آدرسش کجاست؟ نه ممکن نیست کارمون باشه، کار کسی دیگه است. منه چی نگم میکنی جن؟ آخه عموجان کسی دیگه کیه؟ یا کار منه، یا کار شما، یا دختراتون، یا آقا جمال.
باریکلا جمشید خان، دست شما درد نکنه، آخر عمری بنده رو دوستم کردی، تو تقصیر نداری، خاک بر سر منه که تو رو نشناختم. ملتفت من باش، بله. ملتفت من باش، خاک بر سر من که اونو نشناختمش. تو هم با این هیکل اونو نشناختی، نشناختی دیگه. نه، منو کور کردی. در هر حال ما وظیفمونه که از همه تحقیقات بکنیم. بله جناب سروان، هر طور شده باید پول و اسناد من پیدا بشه. عمو جان آدرس اون دوستتون رو بدین، من میدونم با اون، مطمئنم کار خودشه. تو اشتباه میکنی جمشید. عمو جان شما که شاهد ماجرا نبودین. خب جناب سروان تو کلانتری از اون تحقیق کردن، ایشون هم به اون مظنون هستن. نه من کاملا مطمئنم که کار اون نیست، من اونو خوب میشناسم، اون جوون پاک و درستکاریه، پدرش هم خیلی خوب میشناسم، شخص محترمیه. یه دقیقه بیدی بیشین زن، از بس مثل مرغ کرش را رفتی سرم داری که خاک بر رو سرت بکنه. بله بله، نخواستم جلوی بچه منصور حرفی بزنم، از اون ساعتی که پاد تو این خونه رسیده نحسی و بدبختی دامنگیر ما شد. چشمی تو بگیر تفلکی، پسرم معلوم نیست کجا رفته، چه بلایی سرش اومده، میترسم خودشو بکشه. برو تو هم با این پسر نابالغ بی ارزد، اون جربوزه کشتنی یه پشه ناقابل نداره، چه برسه به این که خودشو بکشه. اون لب رد کن بیاد برو چه برو بچه رو پیدا کن. چقدر تو بیرگی. من بیرگم؟ من سر توپام رگه. آره. همین الان میرم زیر سنگم شده پیداش میکنم، بهت نشون میدم حسن سیبی چه رگایی کت کلفتی داره. آره رگای کت کلاف. خوابتون خدا یا الله. سیل گاو اومد. آقا جلال خودمون، پارسال دوست، امسال آشنا، تو چطور اومد اینجا؟ خب احمد میدی که خیال کرده میتونی به ما نارو بزنی؟ نه صدا تو بیا بی جلال چون خیته. مولا جون این رفیق با شوخ طبعی رو از عبید زاکانی به ارث برده، از رفقای کویتیه. بهت که گفتم تو کویت باشاشته شدم، حالا ممکنه یه چای قمپل واسه شون بیاری که خسته. نمیخوام چای تو بخورم، دست شما درد نکنه. ایبا الان براتون میارم، اتفاقا چای حاضره. مولا جون دورت بگردم، زحمت نکش، من با آقا جلال میرم، شاید بتونم از امیر خبر ببری گیر بیارم. مگه نه رفیق؟ نه لوتی، اینجوری به ما کلک میزنه؟ من راه چای خونه رو نشونه دادم، اون وقت با یک دیگه کار رو شروع کرده. نه کسی به مرگ هیکلت قسم آقا جلال، سر کافر نیاد اگه ببینی چه بلایی سر اون اومد. بیا تو واسه بگردم. کجا داشتی؟ من همینجا باز حساب من با تو تصفیه کنم. نه لوتی آقا جلال جون، مگه داشتیم آقا این چاقوی گاف کشی؟ چیش داشتیم؟ آقا جلال کوتا بیا، از خر شیطون بیا پایین، بریم یه جای دیگه بشینیم واسه بگم. بریم یه جای کجا؟ از اینجا بهتر؟ همینجا با سنگمونه با هم باکه نمیمیم. بریم تو پاتقومو واسه تعریف کنم. مرسی که من این گاف کشی رو تعریف کنم. من داره زره تره میگم، من ایال بارم 600 آیله دارم، قربونت برم. حرف داشت تو گوش کن، بریم اونجا، من همه چی رو واسه بگم. بریم تو کافه بشینیم، هر کاری میخوای بکنی این گاف کشی رو غلاف کن. من که من بریم کافه. برگ میزنی مرگ مادرم، اگه سن نرگیری بس میخوادی بچه ها خبر آوردن که خونه احسان زدی. سلام حسن سیدی. آقا دلو خیلی خوش اومدی، بفرمی 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 خب آقا جلو جون ببینم چی میخوری. چی میخورم؟ تا تتوش در نیارم با تو هیچی نمیخورم. یه دقیقه سب کن آقا جلو، دلم میخواد همچی لپ مطلب بگی چی بوده. من که بهت گفتم تقصیر اون دوست پدر سگ بودی، خواستم بگیرمش آب شد رفت تو زیر زمینه. خب رفت تو زیر زمینه، بقیهش تعریف کنه چی بود؟ بقیهش اینه که خودم کردم که لعنت بر خودم. وای وای وای، حالا هم پوله رفته هم پسرم گیر افتاده. راستی میگه آقا جلال، یه قلچه حالا کرمون. بله قلچه کار ما نیست، برو کار کار ما کارت ما کلاس بالا کارت کنی کرد. آقا جلال جون دستم به دامن گله بود کرده. آخه ببین ما خودمون دوست این مملکت بشیم، اون وقت یه پیر مرد دوست زپرتی بیاد به ما کلک بزنه، اگه بگیر با این دوتا انگشتام ریز ریزش میکنم، مچالش میکنم، حلقومش میندازم جلوی سگ پدرش نرگه. حالا من هیچی، آخه شماها باید همینطوری توی این ملک دوستی کنین، اون وقت من همینطوری میشینم نگاه کنم یه دونه پسرم از دستم بیاره و هیچ کاری نکنم. آخ پسرم، دلم سوخت برات حسن نگم. چرا گریه میکنی حسن نگم؟ آخ جلال جون گریه نکنم چیکار کنم؟ پسر عزیزم از دستم رفت. هفتانا بیه 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 بیه
شده نکن نکن یه نکن همچین دیگه حسن کلک میخوام کجا رفته؟ حسن آقا حسن آقا حسن آقا با شما کار دارم حسن کلک همینجا بشین تا من برگردم حسن کلک کجا بودی؟ دو ساعت ما رو اینجا منتظر گذاشتی؟ به 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 چشم ما روشن از خرامپولی چه عجب از این طرف ها؟ به به زهر مار با عدب باش مردی که تربیت کجا رفته؟ اندکی در خود نگرد تا ببینی چه خری هستی؟ آقای جمشید خان سرور بنده ایشونم حسین کرد سلام علیکم از خرامپولی ببین این چم میرسه ببینم کم یاده من دیگه تو این کارا نیستم خود را بشناس تا آدم خود را بشناسی خب حالا چی میخواستی؟ ببینم خودتی آقای جمشید خان باید یه کاری دارن سلام علیکم حسن آقا چاکر شما از خرامپولی خیلی تعریف تو رو کرده شنیدم دهنت قرصه بله سیمانش خیلی زیاده یه نکنم چین تا نکنم چین دیگه نترس بابا بگو از خودمونه یه خورده حساب با یکی داشتم میخواستم تصفیهش کنیم با نیش چاقو نه جانم نه جانم میخواد یه خورده ادبش کنیم یه نصف نازش هست دیگه بله باید همچین ادب بشه که اقلن سه ماه تو میمارستان بخوابه نفهمیدم تو سه ماه میخوای اون جوون بدبختو از کار و زندگی بندازی این که درست نیست جان من به تو مربوط نیست میدونی جمشید خان این روزا این کارا خطرناکه برای بچه ها به این آسونی ها حاضر نمیشن خرجش هم زیاده قصه خرجشونه خب خب حالا چی میخوریم؟ یه آبجه خنک ها دماغشو بگیری جونش در میاد چیدنی سرد آبجه خنک 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 دیگه خنک خنک خدا بریز چرا دستت میلرزه؟ بریز دیگه سرد زندگی تو رغم بافته برام جای هر چی شادیه کوه غم ساخته برام حالا که این زندگی زندون پیش چشام دیگه این زندگی رو ای خدا نمیذارن آدم بی درد سر زندگی کنه اصلا گرفتاری واسه ما از زمین و زمون سبز به مثل این که خودشه
امیر ناصر خان سلام. 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 ببین اگه میخوای منو ببری خونه بی خود زحمت بکشی. پسر جون من چی کار دارم به این کارا؟ گوش کن ببین چی میگم. تو با اون جمشید برادرزاده احسان زادگان مگه خورده حسابی داری؟ برادرزاده احسان زادگان؟ نه. پس چرا میخوان واسه پاپوش درست کنم؟ واسه من؟ شاید داری اشتباه میکنی. نه جانم، خودش اومد پیش من اسم و نشونی های تو رو داد که بریزن سرت ناکارت کنن تا چند روز تو مریض خونه بخوابی. که اینطور؟ حالا فهمیدم. بله حالا فهمیدم که جریان از کجا داره آب میخوره. الان میرم خونه احسان زادگان و قضیه رو روشن میکنم. این آقا جونت هم یه چیزیش میشه، یکی نیست بهش بگه آخه مرد حسابی تو که حال نداری تو این هوای خراب میری شمال که چی؟ خب رفته به حسابای جمشید رسیدگی کنه دیگه، مثل این که طرف خیلی کسافت کاری کرده. آقا جلال ببین کی زنگ میزنه. صدای زنگ شنیدم خانم، شنیدم. سال زمانه عوض شده خانم جان. خانم باید اینجا بینشینه نوکر بره درواز بکنه. از قرانپولی هم امروز اومدید آقا جون نیست ره. الهی بره و بر نگرده. به به نه، فقط ببینین ببینین که کی آمده. بعد آمد و بوی انبر آورد، یک دانه امیر خان سرور بندر آورده. بفرما جنم خان، بفرما بنشین. من چه عجب امیر خان، ما منتظر بودیم زودتر تشریف بیاریم. برو بنشین دوباره. بفرمایید. مخصوصا لیلی خیلی منتظر شما بود. سلام، حالتون چطوره؟ متشکرم، میخواستم خدمت آقا برسم. آقا رفتن. اجازه بده بنده عرض کنم، آقا تشویش بردن برای شمال. اگر جناب علی کار فوتی فوری داری به بنده بگو در خدمتم، ویسکی بیارم قربان. نه مرسی. ببینم لیلی خانومم نیست. اونم رفت. خفه شو، اونم رفته شمال. خیلی بد شد، یه کار لازمی باشون داشتم. خب اگر جناب علی کار لازمی داری فوری سوار ماشین شو برو شمال دی. میخواستم بگویم باید زودتر دست به کار بشی، دلم بدیم با راب این دازی، وگرنه جمشید این لغمه را از دست تو میبره. ولد چموش نابکاریست. آخه کجای شمال؟ چند روز میمونم؟ والا با نظرم قراره یک هفته دیگری اونجا باشن. خب کدوم شهر؟ آدرسش چیه؟ آدرسشون کجاست؟ از چالوس که رد شدی به طرف پهلوی مستقیما از متلغور رد میشی، میری از شهسوارم رد میشی، یه راست میری نزدیک کارخانه رامسر، مستقیم از اون بر میری کنار دریای ویلاییست بین شهسوار و چمخاله. سلام لیلی خانم. منو که میشناسین؟ ای شما، اینم ناصر خان، اینجا اومدین چیکار؟ ببخشید که مزاحمتون شدم، یه کاری با پدرتون داشتم. با پدرم؟ بله، موضوعی بود که میخواستم بهشون بگم. میدونم چی میخواین بگی. شما کجا میدونم؟ خب میدونم دیگه، یه چیزایی بابام راجب شما به هم گفته. راجب به من؟ من که هنوز چیزی نگفتم. خب آخه این حرفا خیلی زوده، ما فهمیدیم چرا اینقدر به خونه ما رفت آمد میکردیم. حالا اگه بابامو میخواین تو دفتر کارخونه. کجاست؟ اونجا پشت اون درخت هست. بله، هوای به این خوبی همتون دنبال گردش و تفریح هستین. بفرمایین، اینم نتیجه کارتونه. ضرر ماه فروردین 8000 تومان، اردیبهشت 12000 تومان، خردادم 6000 تومان ضرر دادین، سه ماه تابستونم که هیچی. پس من این کارخونه رو باز کردم که چی؟ باز کردم که ضرر بدم؟ قربان، آقای جمشید خان مرتب تشریف میارن و به همه جزئیات کار ما واردن. هر جا میرم جمشید خان، به هر کاری دست میذارم جمشید خان. همین پسر است که پدر منو درآورده. آخه قربان، خفه شو. قربان، خفه شو. قربان، خفه شو. خودتون فرمودین دستوراتیشون رو انجام بدیم. بله من گفتم، اما نه این که همه جا قرض و بدهکاری بالا بیاره. این 6 ماهی که من نیومدم 500000 تومان از بانک قرض کردین. این پولا چی شده؟ قربان ازتون خواهش میکنم، حالا بفرمایید، ناراحت نشین. منو بگو که به این برادرزادم اعتماد کردم، میخواستم دخترمو بهش بدم. لیلی، لیلی، لیلی کجاست؟ Thank you.
مثل ماهی توی آب دریا واسه همسر صدف بسازیم پشت ابرا برسه صدای خنده ما بره بازم بالاتر نزدیک ستاره ها تو قلبمون جون بگیره آرزوها پشت ابرا برسه صدای خنده ما بره بازم بالاتر از دیگه ستاره ها تو قلبمون جون بگیره آرزوها دیگه ایزه بده برم پدرتو ببینم میخوام باش یه خورده صحبت کنم راستی امیر جون راجب خودمون عجله نکن من وقتشو بهت میگم نه من یه کار دیگه باش دارم لابد راجب کارهای تجارتی پدرتی خب برو یه کاری کن با هم آشتی کنن آخه بابا میگفت با بابات اختلافی حساب دارن اختلاف حساب؟ یه خودتو به کوچه علی چپ نزن من میدونم خب تو برو کارخونه منم میرم تو ویلا نهار حاضر کنم تا تو و بابام بیای سلام قربان سلام جانم سلام سلام بفرمید قربان خواهش میکنم نه نه اتومبیل لازم ندارم چشم دوست پدر سوخته خوب گیره تا بادم باعثت تو پلیس خبر کنم باعثت ببینم لیلی خانومو ندیدیش؟ الان تشه بردن تو بیرد خیلی خوب زود برو چمدونا رو بیار لیلی خانومم صداش کن بیاد بریم پرون بجم
بابا جون چی شده؟ چیزی نیست. بیا لیلی جون، زود باش، می‌خوام بریم. آخه چی شده؟ دختر جون سوال نکن، دیگه زود سوار شو، باید بریم تهران. یالا یالا. چی شده؟ چه خبره؟ بابا صد میگم بجون. ببینم داداش، ویلای آقای احسان زادگان چی؟ تو ویلای احسان زادگان بلد نیستی؟ بلد بودم ولی الان گمش کردم. از خیابون که گوشه رسید به ویلا دیگه. الان رفتن تهران. همین الان؟ آره بابا جون، همین الان با همون ماشین سفیده که جلو چشد رفت. ما نباشد با مرگ عزیزی خودتان، با جان خودت، با جان بچه های من. من توی تمام این شهر از ریز دروش سوال کردم، گفتم ای ریگ بیابان، ای آب روان، شما ها پدر این آیه امیر خان را میشناسی یا نه؟ همه گفتن این پسر از روز اول زیر بوته عمل آمده تو بیمیری. باید یه فکر حسابی کرد. این پسر پاک موی دماغ ما شده. آها بله، موی دماغ کاملا درست. قربان تو برم، بنده یک سوال از شما دارم قربان. مگه نه اینکه شما دخترمو لیلی خانم هستین و لیلی خانم نه اینکه دختر پسر شما هستن، دخترمو پسرمو هستین یا نه؟ چرا هستین؟ خیلی خوب دی قربان، مگه از روز اول نگفتن توی کتاب موش و گربه که عقد دخترمو و پسرمو را توی آسمان بستن؟ چی میکنی یادکاری؟ برای این مرده که من کلافه کرده تو بمیری ولی میکنید مره خدا. ایشون باید اول تو جشن تولد نامزدیشو اعلام کنه. نه نمیشه اصغر. چرا؟ آخه شما که به حرف من فاتح نمیخونین، گوش نمیدین دیگه. من جای شما باشم این کاره میکنم، یه مش آدم دزد شرور اجیر میکنم، شبونه بیان تو خونه کلک پسره رو بکنن. همچی بادم نمیگه، عقل هر چیز بهتر از عقل آدمی زاده. نکنم چین؟ بله تا من نکنم همچین. اینطور که من فهمیدم عموتم از تو دل خوشی نداره، دخترشم حالا به تو نمیده. ملتفتی چی میگم؟ اگه میخوای راحت بشی باید کلک اونم بکنی. دماغو بخواب. آفرین بین کلی پشمال رو. نکنم چین تا کلم نشه پرچی. اما بند این همه دزد و ارزل اوباش از کجا پیدا بکنم؟ این که کاری نداره، تو این شهر به این بزرگی قیافه دزد معلومه. برو چند تاشونو وردار بیار اینجا. پیدا کردم، یه دنه دزد پیدا کردم. کیه؟ همینه. جمال، الهی که ذلیل بمیری، الهی که داغت به جیگرم بمونه، الهی که خاک بر سر من. من اخوی دوز از کجا پیدا کن؟ آقا ببخشید جناب. بنال بابا. یه چی قربان؟ شما یه دنه دوز گردن کلوف اینجا سراغ نداری؟ یه پا جواز دی باشتا بنا. آقا بابا بابول فت میشکرم آقا. من نه یه فت غلط کردم. یه کیه بگیرم من اخوی دوز کودم اینجا مگه دوز پیدا؟ آقا ببخشید. باره با من خودم نهار نخوردم. او این مالده که دی آلپریه این. نهار نخوردم خانه خراب. ای سیگارین شما یه دوز شلی چولاقی گردن گلوم تی سراغ ندارین؟ چرا داشتی تموم شد آقا جمع داشتی تمام شد. ای میره بالا میومد پایین، میره بالا میومد پایین، میره بالا میومد پایین، میره بالا 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 آقای بالا همیه نگه دار. من میخواستم از شما دو نفر خواهش کنم، ممکنی یه دوت دوز گردن گلوم تی با من نشم بدی؟ باله دوز دوز آقا من جد آباده، من دوز نیست، من دوز میخوام، لازمش دارم. آیا خودت برسن یه دنه دوز دقلن؟ من گرفتار شدم، بدبخت شدم. خدایا ما هم علیلیم، ضعیفیم زنه بچه. ببخشید ممکنه خواهش کنم جناب علی پاتوق این دوزه رو به من نشان بدید؟ نه جناب اطلاع ندارم. اطلاع نداری؟ الحمدلله. خدایا برسن یه دوز نهارم بنا. آقا شما یه دنه دوز سراغ نداری؟ دو دوز ای تو بگوره پدرت نامار بی حوازت. خدایا یا من دیدم قیافه‌ی به دوزم میخورد. یا شایدن چی بره سوالی بکنم بد نیست. ای آقا گوش بده، یه سوال از تو دارم، عوضی حرف بزنی تو بمیری میزنم توی گوشتا. بله من یه دنه دوز میخوام، دوز گردن کلو. خدا بدم با تو هم خدا بده. چیه میگم؟ یه دنه دوز لازم دارم. دوز؟ آها بیا چند تا بخوام؟ یه دنه. یه دنه؟ دست کن تو جیبم وردا. تو جی؟ نه کس مگه من بونگاه دوزیابی دارم. بزن دوز دارت من چی؟ مگه سک نه 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 شکی نه 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 ن
دغزی ای دغزی وایس ببینم جناب علی دوزموز اینجا سراغ نداری به ما بدی تو اجاری نه بابا داشتیم دادیم و گاده بگم آقا دوز میگم دوزه تو چرا من گیوره دیگه بابا خدا روزی که جای دیگه حواله بخونه میگم دوزی میگه دوزری آقا ببخشی که نمیدی دوزری دوزی هرچی داری چی با ما بادی فرمایشی ندیم اینم اونجوریه که خدایا یقه کیه بگیرم تو چجوری تو این مملکت یه دنه دوزم پیدا نمیشه شما اینم نیست که بره چیکار کنم من آقا جناب علی فرش برش نمیدونه کجا دوزیدی من جنگوره جنگای با جناق برادر حسن اسکلی آقا جن اون حرفا رو بلش کن میگم دوز موزی سراغ نداری این باجی میکنم فرش بیتوچم شروع زردم دوستان بدن خدایا برسن یه دن دوز اینم گی نیست خدایا یقه کیه بگیرم دیگه آخه میگم چطور من خودم معرفی بکنم گرفتار شدم ها این چطوره نگاه میکنه ببخشی قربان ببخش تاکسی آقا ببخشی جناب علی این طرف یه دوست سراغ نداری دوست که گفتی دوست ولی یه چند تایی اطراف بود بعدشون خوب شد توبه کردن رفتم پیش دایی شما الحمدلله رفتم پیش دایی شد ای خدا جن خودشه آقا آقای کلاشاپو یه کار مختصری داشتم اجازه بفرمایید آقا قربان بندی گرفتاری پیش آمدی دوست دوز لازم داشتم ناراحت نباش به خدا با کسی نمیگم خجالت بکشم آقا حضرت آقا برای یک امر خیلی عرض کردم لازمه گفتم شاید جناب علی دوز بنده چطور میگه آقا تو پدر من در آوردی که برای یک امر خیلی گفتم اگر امکان دارد یه دوست دوزی به من قرض بدی تو منو میشنسی؟ با مرگ خودت برای اولین بار شما رو میبینم من تو رو جایی ندیدم والا بنده آدم مهمی هستم ممکنه خیلی جا هم منو دیده باشی کلک ملکی تو کار نه من تو این خانه نوکرم پس کلک ملکی تو کار نیست نه تو با من بیا من به تو کلک نمیزنم من خودم کارشناس این کارم از ریختت معلوم بله آقا هیچی تو با من بیا هر چقدر پول بخوای من به تو بدم پس معلوم میشه توی خونه خبرایی هست میرم شاید خبری از پسرم گیر بیارم آخه پدرم کار واجبی داشت برای همین بی خدافیزی از شمال برگشتی منم که ازت معذرت خواستم ولی مثل که پدرت از من رو پنهون میکنه نه اتفاقا همیشه از تو تعریف میکنه جونم خیلی هم به طلب من معرفی میکنی ها چه عجله‌ای داری امشب تو جشن تولد میبینیش کاش میشد پدرت هم بیاد پدر من آره خیلی خوب میشد بفرما این همون منزلی است که گفتم راحت میشه دوزی کرد من کوی ابن سابقه قبلی دارم پسرم به خاطر این خونه از دست رفت علی جون راستی بابا میگه با پدرت تو خورده حساب کنی خورده حساب نه خیال نمی کنم چون پدر من تازه از مسافرت برگشت ممکن نیست با پدر تو آشنا باشه چی میگی بابام همه خانواده تو رو میشناسه خانواده منو نه حتما اشتباه میکنی برای اینکه من اصلا پدر تو رو ندیدم یعنی تو هنوز من رو به اون معرفی نکردی امشب تو رو بهش معرفی میکنم اون آرزو داره من شوهر کنم تا صاحب نوه بشه بهش میگم چقدر تو رو دوست دارم منم تو رو دوست دارم چی شد؟ دیدی بزنم بدک نیست بزنید مسخره کرده خجالت نمیکشه چی شد قربان؟ منو آوردی اینجا که سلیخی بکنم آدم بکشم آره آدم بکشی؟ تو؟ از اول یه همچه قراری ما با هم دیگه نداشتیم دست دوگو دوبارم چی میگی کل خرابه من پیشنهاد آدم کشی میکنه من این کاره نیستم اون کاره فهمیدم فهمیدی؟ فهمیدم تو بیمیری این پسر چه نقشه ای داره تو بیمیری این پسر آدم باشو نیست که نیست نیست تو چه تو؟ کجا داری میای با من چسبیدی ببین چی میگم تو حاضری بیای اینجا شهادت بدی بنده البته که حاضرم شهادت بدم پول مول توش هست نشد بشه پول مول فراوان تو بیمیری گوشت بیار ببین چی میگم اگه یه رفیقیم داری بیار که شهادت ما قرص و قرص باشد جون تولدت مبارک متشکرم تولدت مبارک متشکرم مرسی پروین جون آه.
اینجا چیکار میکنه ها؟ اینا میخوان دوست پدرم من دعوتش کنم. بریم کارت دارم. آخه مهمونامو که نمیتونم تحت بذارم. مطلب مهمی رو بهت بگم. الان مارک تو ماشاییست. همینجوری که نمیتونم پاشم با تو بیا. گفتم یه بریم کارت دارم. بردش. جمال. به نظرم موضوع بیخ پیدا کرد. برو برو. خوشو. بلم کن. من دیگونه تام دیدی. میتونی برای پدرمی. قصاقت رو نکن. گمشو. بلم کن. این صفت. از کن که صفت. ای بی شرف نامرد. به تو چه مربوطه؟ برو گم شو بیرون. آف خومه که فستت رد. آنو بهت میگم. شمت میدونی من چیم؟ حریم خواست. آنو پولی که کنم. برای به روزت میارم تو اون سرش را بگم. امیر جم بزم که دری خوب میسه. ببری پسیر نری امیر با پسیر باش. آمه دیجا دوست ازمار بیشون امیر بیام تو بگی گلو رو بگی یه مش بزه زیر چنش میوفت و فرگو خونده خوندش بکش دیگه بیشون با امتیاز هم باباری اولش میگیم آمه چه تو بس برو تناب بیار تو دستو باشو ببند بسون فهم برو چه امونات من تکلیفین رو روشن کنم اینم تناب یلا اولاق بیچش کن بفرم جان چی شده؟ چیزی نیست خاله جون ناراحت نباش. پس بیا پیش مهمونا. شما برین منم الان میام. گوش کنید. بیار بسه بردمش دست آخ جان. حالا برو پدرت صداش کن بیاد پایین. بالا تو اتاقش. خب برو بیاره. من پیش مهمونا میمونم. تو برو بالا بیارش. خیلی خوب. شما اینا میخوام بسم تو شروع اومدی دو نه پسر سب کن من همه رو وسط میگم اگه تکون بخوره میکشمت سب کن تو سب کن من رو توضیح بدم بعد اون هر کاری خواستی بکن دستم شکست افه خون بکی آمد دست بیکی خیلی دو جور جوراب خریدم واسه عملیات پنهانی با یکیش من خودم پنهانی کنم با یکم تو خودتو باز پنهان گوله پایی این بکش بکرده دیگه کسی ما رو نمیبینه؟ نه نمیبینه پیدا شدی؟ آره دیدون بره بره بریم همینجا باش حقه باز اگه از جا تکون بخوره میکوشمت بیا ببینم ای من نمیترسم نه ترس ما اومدیم شهادت بدیم چپول اون تابلو رو میبینی پشتش یک گاف صندوقه که توش پر اسکناس اسکناس هایی به این گندگی کدوم گاف صندوق اونو میگی آخ که من نمیمیرم واسه یه گاف صندوق به پدرم گفتی؟ نه تو اتاقش نبود اما من اونجای دوست پیدا کردم چطور دوست پیدا کردی؟ آره دست دهنشو بستم الان هم میخوام به پلیس تلفن کنم تو خدا یه کاری نکن جلو مهمونه آبروریزی بشه خانم جان این یارو داره خیلی تقلا میکنه به خدا قسم خفه میشد یه وقت تکلیف شیخ من چی کار بکنم همه اینو باید همین امشب که تولد من اتفاق بیفته امیر جان بابام حتما تو اتاق بغلی برو پیداش کن یه وقت دزده بلایی سرش نیاری قربان تو برم الهی تکلیف من روشن کن آخه من چه خاکی با سر من بریزم گوش کن تو برو بیارش تو اتاق دفتر اما از در پشت چیکار کردی؟ کار تمومه ببینم چی میگه چی میگه بابا تو کجایی کاری مرد حسابی کینم با ما از گوشیده سباشه بکن بگو یه پولیس بدی جان زود باش باشه پولیس میخواین چی کار؟ پولیس واسه چیه؟ Thank you.
دستا بالا حرکت نکنیم برگردیم بیم بیرون یلا جنبه کنیم بریم طرف دیوار یالا دیگه گفتم چون بخوریم به چون دیگه شما همه تو با هم همدست نره پدرتون رو در میارم بلند شو بینم بلند شو بلند شو برو پیش همدستت بسته بینم یاله چون بکن یالا پدرتون رو در میارم پدست سوختا یالا چون بکن چون بکن دیگه برو اونجا بسته آوردمش قربان اصل کاری دوز بی پدر آوردم دست بالا و بی حرکت من چرا روش کاملا موازه باش ممکن سر را اینو کیه؟ لیل خانم ماشالله خونتون دوست بازاره آقا پدرت کجاست که بیاد اینا رو ببینه ها؟ پلیس سلام عرض میکنم خانم دوستا کجا هستن؟ آها اونا هستن بله سرکار خودشون پدرمه وای خدا مرگم بگو این که آقاست چرا دهنشو بستن؟ بابا شما اشتباه میکنین این دوست اونم هم همدستاشن بابا هم از یک بندن ببخشین ما دوست نیستیم ما بریم شهادت بدیم اون آقای شالتان باشی به ما پول داد که نیمزا به این خونه رو بکنشیم بکنشیم بری بکنشیم پس چی؟ یاد کردیم توی؟ مگه تو سامی خونه هستی؟ ببینم به تو همونی که من تو اومده بودیم اینجا پدر شمایی؟ پسرم توی باز رو دست پدرت بلند شدی تو اینجا چی کار میکنی؟ تو چرا خودت رو قاطی پاتی؟ ببینم پسر باز تو اومده اینجا که دست باد بزنی؟ همین اصلا من تقصیر شما چرا جلوی پسرت تو نمیگیری؟ چرا نمیگی سرکار؟ چرا با تو میزنی؟ خانم ها آقایان دوز اصل کاری اینجاست بی پدر مادر نگاه کنین هیکل بی خاصیت ببینین خیلی خوب من الان موضوع رو روشن میکنم اشتاد جون تو برو تو سالن مهمونا رو سرگرم کن خیلی جون خیلی خوب تو رو خدا آقا رو ناراحت نکنی خودت هم زودتر بیا پایین خب دخترم این آقا دوست و همکار من هستن پس اون دوستی که میگفتید ایشون هستن من دارم چیز گیجه میگیرم اول تو بگو ببینم پسرم تو این خونه چه غلطی میکنی ننه دل واپستی داره پس میفته این بویفرند من میخواییم با هم نامزد بشیم نفهمیدم چطور شد ببینم شما میخواین نامزد پسر بنده بشین مگه کری آره دیگه این مد حال است اول بویفرند بعد عروسی بعدش هم چهار پنج تا بچه دار بعد اگه وقت شد آخرش رو عقد میکنن پس بنده واقعا از زندگی پس هم واقعا چیزی از زندگی نفهمیدم آذر جون جناب برو ببین لیلی چرا نمیاد پایین چش پایین الان قربان تکلیف بنده چی میشه؟ اصلا عرض میکنم لیلی چرا نمیای پایین؟ بابا من صدا میکنن اومدم خیلی خوب شماها بریم پیش مهمونم خیلی خوب تو برو دخترم من خودم ترتیب کار رو میدم این نمک به هر با بنده بودیم قربان نه با اون بودم بزنم توی دهنش قربان حالا که اینجوری شده تکلیف بنده رو روشن کن قربان دوست عزیز تکلیفت بسیار روشنه روشنه که اون نابکار رو باید تحویل سرکار بدی ببرتش زندان میگمی که حالا نمیشه ببشخینش همچین بزنم توی سرش آقای چوپورا حالا که مردکه شیطان دستگیر کردیم ببخشیمش راست میگه سرکار جون چرا معطلی ببرش زندان دیگه بذار به کارمون برسیم ببرش بردیم مرسی سرکار جون مرمت عالی کم نشی قربون تو بابا دست خوش ای کلک تو همه این خونو زندگی و تشکیلاتو از راه دوزی موزی به دست بردی آره نه جانم هنوز متوجه نشدی آقا جلن این مرگ تو این همون دوزه اگه سر تو کلا گذاشته باشه که دست خوش داره باید به ریاست صنف سرقین انتخابش کنه بله تو هرچه بدذات و حق بازی برعکس پسر جوون خوب و ساده و با شرفیه تو خوبی ترکه خود به قربان من خیلی خوشحالم که همچه دامادی گیرم بله بله دامادی کار تمومه با بنده که من دارم خودو بیا تو بغلم پدر عروسم بزنگم جان جان نمیدونه این چه مردی باشه را خواهد بریم به جشن برسیم که بچه ها اومدن بفرمید